سخت خبرها. اعزام دو بمب‌افکن B-52 آمریکا به منطقه برای نمایش قدرت. فرمانده سپاه قدس از شبه نظامیان عراقی خواسته تا پایان دولت ترامپ آتش بس را نشکنند. اعلام تورم کم سابقه در ایران. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نرخ بیکاری هم 2.5 برابر آمار رسمی است. امیدواری وزیر کشور ایران از اجرای اولین روز محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا. یک مسئول خدمات درمانی می‌گوید بیمارستان‌ها از شدت شلوغی دارند فلج می‌شوند. و آخرین تلاش‌های دولت ترامپ برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان. وزیر خارجه آمریکا از دو طرف خواست آتش بس دائمی برقرار کند. سلام به شما، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری در دوم آذر برابر با 22 نوامبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نووخت هستم. آمریکا دو هواپیمای بمب‌افکن B-52 را که نماد قدرت نظامی این کشور است به خاورمیانه فرستاده. این نمایش قدرت بعد از اعلام برنامه خروج بخشی از سربازان آمریکایی از عراق و افغانستان و همینطور حمله راکتی شبه نظامیان عراقی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفته. همزمان یک خبرنگار بی بی سی عربی از قول منابعی گفته که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اخیراً به عراق رفته تا رهبران گروه‌های شبه نظامی را تشویق کند تا در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا از تنش دوری بکنند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بمب‌افکن‌های B-52، نماد قدرت نظامی آمریکا. حالا دو فروند از این هواپیماهای قدرتمند در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این خبر را در توییتی منتشر کرده. میگوید برای حفظ امنیت در منطقه هواپیماهای جنگی را فرستاده. همچنین برای جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی. اقدامی که برای ایران پرمعناست. از سوی دیگر فراسکیلانی خبرنگار بخش عربی بی بی سی از قول دو منبع گفته اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه چهارشنبه به عراق رفته و با نخست وزیر و رهبران گروه‌های شبه نظامی این کشور دیدار کرده. به گفته این منابع آقای قاآنی خواستار ادامه آتش بس تا پایان دولت دونالد ترامپ شده. تمام کرک و پشم شما را به باد می‌دهیم. به نظر میرسد مقام‌های نظامی ایران برخلاف تهدیدهایشان جلوی دوربین‌ها در خفا سعی می‌کنند که این دو ماه باقی مانده از دولت آقای ترامپ بهانه‌ای دست او ندهند. همزمان با سفر فرمانده نیروی قدس به عراق برای جلوگیری از تنش، فرمانده کل سپاه نمایش قدرت به راه انداخت. پنجشنبه گذشته نیروی دریایی سپاه از یک ناو اقیانوس پیما رونمایی کرد. البته منتقدان میگویند که این یک کشتی باری است که روی آن قایق و هلیکوپتر گذاشتند. فرمانده کل سپاه گفته که در صورت تهدید سراسر تهاجمی میشوند. اظهارات او بعد از خبر حمله جنگنده های اسرائیل به اهدافی مرتبط با نیروهای قدس سپاه در سوریه بود. اسرائیل و عربستان میدانند که همپیمانشان در حال رفتن است و ساکن جدید کاخ سفید طرفدار مذاکره با ایران است. دو روز پیش مشاور نظامی آیت الله خامنه ای در مصاحبه ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که ایران به دنبال جنگ نیست، اما از مذاکره ای هم که حاصلی نداشته باشد استقبال نمی کند. در نبود نیروی هوایی مجهز، ایران برای بازدارندگی به گسترش توان موشکی و جنگ نامتقارن از جمله به کارگیری نیروهای شبه نظامی و پهپادها متوسل شده. هرچند فرمانده نیروی قدس که مسئول نیروهای نیابتی است، ظاهراً فعلاً به دنبال آرام نگه داشتن اوضاع است. پرهام قبادی، بی بی سی. از مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی در سنگالن سوئیس، پرسیدم اعزام دو هواپیمای بمب‌افکن B-52 آمریکا به منطقه را چطور ارزیابی می‌کند؟ قاعدش این هستش که آمریکا هر دفعه می‌خواد از منطقه خارج بشه، یک علائم نارضایتی در متحدان منطقه‌ایش به وجود میاد و اونها که منتقد سیاست آمریکا هستند در منطقه، خصوصا متحدان آمریکا، همیشه این رو ابراز کردن که آمریکا نباید از منطقه خارج شه به خاطر حضور تهدیدات ایران. بنابراین فرستادن تجهیزات نظامی و یا جابجا کردن اونها در منطقه بیشتر به واسطه دلگرم کردن
خدمت شما عرض کنم متحدان منطقه ای آمریکا هستش که ما هنوز این منطقه رو زیر نظر داریم و تحولاتش رو و تهدیداتش رو با قوی ترین سلاحامون پاسخ میدیم. میدونیم که این بمب افکن ها در واقع به گونه ای نماد قدرت هستن و آمریکا هر جا که میخواد نشون بده که بالاترین اولویت نظامی براشون داره معمولا این هواپیماها رو میفرسته. البته خب خطرناک هم هستن ولی در شرایط فعلی بیشتر اون حالت روانی قضیه مورد نظر هستش. به نظر شما آقای طلعتی این صحبت هایی که از آقای قاآنی منتشر شده در واقع چه هدفی پشتشه؟ ببینید این صحبت ها با توجه به قرینه هایی که پشت سرش هست تا حدود زیادی صحت داره. قبل از این در ماه گذشته هم صحبت هایی شده بود مبنی بر اینکه آقای خامنه ای به از طریق سفیر ایران به گروه های نیابتی خبر داده که فعلا دست به تحرکات زیاد بیشتری نزنن به دو دلیل. یکی اینکه این تهدیدات میتونه موجودیت دولت شیعه عراق رو زیر سوال ببره که خواسته ایران نیست، و از طرف دیگه میتونه یک همچین تحرکاتی باعث تحریک شدن بیشتر دولت ترامپ در این شرایط پایانی عمر ریاست جمهوریش باشه و بتونه به ایران ضربه بزنه. بنابراین این خبرها بوده و یه همچین چیزهایی صحت داره. در واقع ایران هم به نوعی تابع شرایط و زمان هست. 4 سال هستش که این وضعیت کجدار و مریض رو تحمل کرده و نمیخواد در شرایط آخر که در وضعیت آخر که میتونه یک نتیجه تقریبا مطلوب رو به دستش بده از تحمل این همه فشارها اشتباهی بکنه توی این زمینه. قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ایران افزایش کم سابقه ای داشته. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ ماهانه تورم در آبان 5.2% بالا رفته. تورم نقطه به نقطه یعنی میزان افزایش قیمت‌ها از آبان پارسال تا آبان امسال هم 46.4% بوده. در کنار این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته که نرخ بیکاری واقعی 24% است، یعنی 2.5 برابر نرخ رسمی. آرش حسنی ها روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسنی ها خوش اومدید. اول برام توضیح بدید که این آمار و ارقام خب به میزان خوبی گیج کننده است. این چیزی که ما ازش میفهمیم این تورم در چه کالاهایی دیده میشه و چرا؟ نکته قابل توجه در گزارش تورم آبان ماه افزایش بی سابقه تورم غذایی است، یعنی تورم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، که در این گزارش تورم ماهانه این گروه 13% بوده که بالاترین نرخ تورم ماهانه تورم غذایی در دهه 90 محسوب میشه. تورم نقطه به نقطه این گروه هم 56.6% بوده. چرا اهمیت داره تورم غذایی؟ برای اینکه ضریب اهمیت این تورم در دهک‌های پایین درآمدی در محاسبه نرخ تورم اونها بسیار مؤثر هست و تغییرات قیمت مواد خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی متغیر بسیار بسیار پر اهمیتی است و تاثیرگذار. در همین گزارش مرکز آمار ایران هم مشاهده می‌کنیم که تورم دهک اول یعنی دهک پایین درآمدی 8.4% بوده تورم ماهانش، در حالی که تورم دهک دهم 2.3% بوده. به عبارتی 3.6 برابر تورم بزرگتری رو کم درآمدها در آبان ماه تحمل کردند که متأثر از افزایش قیمت خوراکی هاست. همینطور تورم روستایی هم تورم ماهانه روستایی و تورم نقطه به نقطه روستایی بالاتر از تورم میانگین بوده که این هم باز متأثر از افزایش قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هست. گزارش دیگه ای که هست گزارش مرکز پژوهش های مجلسه که درش از عبارتی استفاده شده که میگه نرخ بیکاری واقعی در واقع بیشتره و یک عددی توش هست از این که اشاره میکنه از هر 4 نفر 1 نفر بیکاره. این 4 نفر 1 نفر آیا کسانی هستن که دنبال کارن یا کسانی که بالای 18 سالن یا چه جوری محاسبه شده؟ نکته خیلی مهمی رو شما بهش اشاره میکنید و اون در واقع تعریف و نحوه محاسبه نرخ بیکاری در گزارش‌هایی است که از وضعیت بازار کار منتشر میشه. علاوه بر نرخ بیکاری که خب عدد بسیار مهمی است در این گزارش‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی و همینطور شمار جمعیت فعال هم از جمله آمارها و از جمله شاخص‌هایی است که در این گزارش‌ها منتشر میشه و کمتر مورد توجه قرار میگیره.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارشش که نگاهی داره به گزارش بیکاری بهار امسال، توجه کرده به اینکه نرخ بیکاری کاهشش الزاماً از بابت ایجاد اشتغال جدید به وجود نیامده و در واقع کاهش نرخ بیکاری به سطح 9.8% در بهار و همینطور در تابستان که 9.5% اعلام شد نشانه خوبی از وضعیت بازار کار نیست. چرا؟ برای اینکه جمعیت فعال، یعنی کسانی که در بازار کار حضور پیدا کردند، نرخ مشارکت اقتصادی رو رقم زدن، کمتر شده. یعنی تعداد کسانی که جویای کار بودند به دلیل ناامید شدن از وضعیت بازار کار ترجیح دادن که این جستجو رو رها بکنن و خانه نشین بشن و از همین بابت نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده در این گزارشش که اگر اون ناامید شدگان و بیکاران به بازار کار برگردن و محاسبه بر اون مبنا انجام بشه، نرخ بیکاری 9.8% نیست، 24%. یعنی از هر 4 نفر جویای کار و حاضر در بازار کار فقط 1 نفر تونسته شغل پیدا بکنه در بهار امسال. ممنونم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما. وزیر کشور ایران میگوید رعایت مقررات محدودکننده جدید برای کنترل کرونا موفق بوده و مردم و کسب و کارها همکاری خوبی داشتند. با افزایش شدید شمار قربانیان در ایران، کسب و کارهای غیر ضروری در بسیاری از شهرها تعطیل شده. در تهران و دیگر نقاط بحرانی تردد شبانه خودروها ممنوع شده و ورود افراد غیر بومی به مناطق قرمز و نارنجی هم خلاف مقررات است. در همین حال جدال بین مقام‌های وزارت بهداشت درباره نحوه مدیریت بحران کرونا بالا گرفته. باران عباسی گزارش می‌دهد. تهران تعطیلی گسترده کسب و کارها و کاهش رفت و آمدها در دومین روز اجرای محدودیت‌ها برای کنترل کرونا. وزیر کشور میگوید از میزان رعایت مقررات راضی است. روند خوبیه، موفقیت ها هم خوب بوده، به ویژه مردم عزیز ما واقعا همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن. محدودیت هایی که دولت مدت ها از اعمالشان خودداری میکرد، سیاستی که افزایش ناگهانی شمار بیماران، تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، فشار شدید بر پزشکان و پرستاران و بالا رفتن شمار جانباختگان را در پی داشت. به گفته وزارت بهداشت تنها در شبانه روز گذشته بیش از 13,000 مبتلای جدید شناسایی شده و 475 نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که حالا مقام‌های رسمی هم اذعان می‌کنند که شمار مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. الان برای چی اومدی بیمارستان؟ اختلاف بین مدیران ارشد وزارت بهداشت هم بر وخامت اوضاع افسوده. ما الان در اوج عفونت با این ویروس هستیم. رضا ملکزاده که دو روز پیش از معاونت وزارت بهداشت استعفا کرد، به درز اطلاعات و تخلفات دارویی متهم شده. به کمیسیون عصر 90 بیش از 40 شکایت از شخص آقای ملکزاده، معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است. طبق قوانین کمیسیون عصر 90 با استعفا افراد پیگیری شکایات متوقف نمی شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که عملکرد آقای ملکزاده در رابطه با کرونا غیر عالمانه بوده و مدیریت بیماری را سخت تر کرده. رضا ملکزاده هم آمار بالای تلفات کرونا در ایران را در نتیجه مدیریت بسیار غلط و پرتناقض، اظهارات غیر علمی و معرکه گیری وزارت بهداشت درباره تولید واکسن و ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا دانسته بود. در میانه این جنجال، دولت در پی کنترل بیماری با روشهایی که در بسیاری کشورهای دیگر ماها پیش اجرا شد. تست گرفتن ها که باید تعدادش افزایش پیدا کنه، بس قرنطینه است، بس رهگیری بیماران هست و بس کمک های معیشتی که به هر حال باید انجام بشه. طرحی که به گفته بعضی از کارشناسان بسیار دیر هنگام و ناکافی است. در مناطق بحرانی از جمله پایتخت، خودروهای شخصی از ساعت 9 شب تا 4 صبح حق تردد ندارند. با این حال در اولین ساعت اجرای این طرح بعضی از خودروها همچنان در خیابان دیده می شدند. از طرفی با وجود تعطیلی گسترده کسب و کارها، اتوبوسرانی تهران می گوید تعداد مسافران تغییر محسوسی نداشته و بعضی از مسیرها همچنان شلوغند. پلیس میگوید با ممنوع شدن ورود غیر بومی ها به حدود 370 شهر که در وضعیت قرمز و نارنجی هستند، ترددهای جاده‌ای 30% نسبت به قبل کمتر شده.
اما بسیاری پیش از آغاز محدودیت‌ها به مسافرت رفتند. اینجا جاده تهران شمال چند روز پیش. صحنه‌هایی که میزان تاثیرگذاری مقررات جدید را زیر سوال برده. علی‌آیار ما در معرض یک آزمون واقعا بزرگ هستیم که نتیجه توفیق در این آزمون نجات جان انسان هاست. امید به قبولی در آزمونی که 10 ماه از آغاز آن گذشته. هزاران عمری که کوتاه شده، کسب و کارهایی که آسیب دیده و مدیریتی بحث برانگیز که پیدا کردن کورسوی امید در روزهای تاریک بیماری را از گذشته سخت‌تر کرده. باران عباسی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی اعلام برنامه کاهش حضور نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان، آمریکا برای نمایش قدرت 2 بمب‌افکن B-52 به منطقه اعزام کرد. همزمان با اعلام آمار تورم کم سابقه در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید میزان واقعی بیکاری 2.5 برابر آمار رسمی است. در ادامه برنامه، تأکید سران 20 کشور ثروتمند جهان بر دسترسی بدون تبعیض همه مردم جهان به واکسن کرونا. بیشتر از 2 ماه از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گذشته و هنوز دو طرف نتوانستند بر سر دستورالعمل گفتگوها به توافق برسند. بنبست در مذاکرات صلح باعث شد که دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به قطر برود و با نمایندگان دولت افغانستان و طالبان جداگانه دیدار کند. او هر دو طرف را به حل اختلافات و شروع آتش‌بس دائمی تشویق کرد. آتش‌بس یکی از خواسته‌های دولت برای آغاز مذاکرات بوده، اما خشونت‌ها در 2 ماه گذشته بیشتر شده. خبرنگار ما نسرین نوا از کابل با ماست. نسرین، برامون توضیح بده که این سفر دیروز آقای پومپئو چه تأثیر ملموسی داشته برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان؟ از دیروز تا حالا عملاً و رسماً هیچ پیشرفت و تغییری در روند مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان در قطر دیده نشده. هیچ کدام از طرفین تا حالا خبر جدیدی از اینکه روی چارچوب مذاکرات به توافق رسیده باشند و چیز جدیدی اعلام کرده باشند شنیده نشده، ولی هر دو طرف در مورد جزئیات دیدارشان با آقای پومپئو اطلاعات دادن. اینکه هیئت دولت افغانستان گفته که با آقای پومپئو در مورد نگرانی از افزایش خشونت‌ها و حمایت تداوم حمایت آمریکا از روند صلح و آتش بس صحبت کردن، و همچنین طالبان هم گفتن که با آقای پومپئو در مورد آزادی زندانیان این گروه از دولت افغانستان و همینطور خروج اسم رهبران این گروه از فهرست سیاه و بر علاوه در مورد اهمیت تعهدی که با آمریکا بستن، توافقنامه‌ای که قبلا با آمریکا امضا کرده بودند صحبت کردند. در مورد اینکه مذاکراتی که حالا پس از 2.5 ماه هنوز هم به نتیجه نرسیده، آیا این به نتیجه خواهد رسید چیز جدیدی نیست. فقط در بنبست مذاکرات چند روز قبل پس از ورود آقای عمران خان به کابل شکسته شد و حالا پس از سفر آقای پومپئو به کابل، منبعی به رویترز گفته که هر دو طرف پس از نشست ژنوا که فردا قرار هست شروع بشه و 2 روز ادامه خواهد داشت، قرار است که یک وقفه کوتاهی بگیرن از مذاکرات در قطر، اما قبلش قرار است که یک توافقنامه‌ای که در مورد مسائل امنیتی از شرایط امنیتی است امضا بکنن و اعلام بکنن. ولی خب در این مورد هم هنوز پیشرفتی نیست و دیروز که آقای پومپئو به قطر رفت در حالی بود که 23 راکت به نقاط مختلف کابل شلیک شد، امروز صبح هم در 2 منطقه مختلف کابل انفجار 2 ماین مغناطیسی اتفاق افتاد. یکیش یک تاکسی را هدف گرفته بود که یک نفر کشته شده بود و همینطور یک خودروی ارتش مورد حمله ماین مغناطیسی قرار گرفت. و این انفجارها، این حملات مختلف در کابل و نقاط مختلف افغانستان در 2.5 ماه گذشته خیلی بیشتر از قبل بوده. ولی خب حالا سفر آقای پومپئو هرچند که تا فعلا رسما تغییر ایجاد نکرده، ولی انتظار میره که در طی چند روز آینده یک نتیجه ملموسی داشته باشه و دو طرف توافقی رو که میگن انجام شده ولی اعلام نشده را اعلام بکنن.
متشکرم از توضیحات نسرین نوا، همکارم از کابل با ما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید این کشور با استفاده از سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات زیرزمینی نطنز وارد مرحله تازه ای از غنی‌سازی شده. کاظم غریب‌آبادی تایید کرده که ایران تزریق گاز هگزافلورید اورانیوم به سانتریفیوژها را آغاز کرده. او گفته IR2M که همه اقدام‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و زیر نظر آژانس صورت می‌گیرد. در پی خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و سرگیری تحریم‌ها، ایران هم تعهداتش در برجام را گام به گام کاهش داده. بنابر گزارش‌ها در حمله هوایی به شرق سوریه دست کم 14 نفر از نیروهای تحت حمایت ایران کشته شدند. مؤسسه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، می‌گوید دیشب چندین نقطه در استان دیروزور در نزدیکی مرز عراق هدف حمله هوایی قرار گرفته. اسرائیل هنوز درباره این حمله اظهار نظری نکرده، اما در گذشته بارها گفته که پایگاه‌های مرتبط با ایران را در سوریه بمباران کرده. وزیر خارجه عربستان میگوید اطمینان دارد که دولت جو بایدن سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد که به ثبات در منطقه کمک کند. فیصل بن فرهان آل سعود گفته ریاض خود را برای روی کار آمدن دولت تازه در آمریکا آماده می‌کند. او همینطور بر همکاری دو طرف در امور دفاعی تأکید کرده و گفته که انتظار دارد این همکاری در دوره آقای بایدن هم ادامه پیدا کند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش کرده که در ایران یک زن کرد به نام زینب اسماعیلی به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان پکاکا و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. خانم اسماعیلی 58 سال سن دارد و از اعضای گروه مادران صلح است. او در دادگاه بدوی به صورت غیابی محاکمه شده. وبسایت هنگاف میگوید که احضاریه دادگاه از طریق تلفن همراه به خانم سلیمانی ابلاغ شده بود، اما به علت ضبط موبایلش او از این ابلاغ مطلع نشده. دادگاه رسیدگی به اتهامات حسام الدین آشنا از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ایران برگزار شد. موارد اتهامی آقای آشنا شامل نوشتن 2 توییت، یکی درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران و دیگری در خصوص دادگاه اکبر تبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود. سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفته که او در هر دو مورد به اتفاق آرا مجرم شناخته شده و همچنین با اکثریت آرا او را مستحق تخفیف دانستند. نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان با بیانیه‌ای که پادشاه عربستان سعودی قرائت کرد به پایان رسید. قرار بود این نشست در پایتخت عربستان برگزار شود، اما ویروس کرونا باعث شد تا از راه دور و مجازی انجام شود. در بیانیه پایانی نشست که ملک سلمان خواند، کشورهای گروه 20 تعهد کردند که تلاش کنند تا واکسن کرونا بدون تبعیض در دسترس همه مردم جهان قرار بگیرد. نهتاد فرهمت گزارش می‌دهد. جشنی که عربستان گرفته برای مهمانان است که نیامدند تا ببینند این کشور به سوی چه تغییراتی گام برمی‌دارد. لأن المحلول الرئيسيه محور رئيسيه میزبان محروم از مهمان که شایع است آلزایمر دارد، نطقش را از راه دور با حضور پسرش کرد که همه کاره مملکت است. دونالد ترامپ پس از همین نطق خودش هم نطقی کرد و رفت تا گلف بازی کند. در همه ساعاتی که رهبران ثروتمندترین کشورهای جهان درباره مبارزه با کرونا و واکسن رساندن به کشورهای فقیر بحث می‌کردند، رئیس جمهور ایالات متحده مشغول بازی بود. درباره موضوع بحث در نشست گروه 20 نه خودش توییتی کرد نه دولت مردانش حرفی زدند. دونالد ترامپ در نطق خود اشاره کرد که همچنان رئیس جمهور باقی خواهد ماند، اما یاران نزدیکش در عربستان خود را برای همکاری با جانشین ترامپ آماده می کنند. We don't see any indications that there is any threat to regional security during the transitional period. ما هیچ نشانه ای نمی بینیم که در دوران انتقال قدرت در آمریکا خطری منطقه ما را تهدید کنه. مطمئنیم که دولت بایدن سیاست هایی را دنبال خواهد کرد که به نفع ثبات منطقه باشه. به محض اینکه دولت بایدن کارش رو شروع بکنه، در این باره باهاش گفتگو میکنیم.
رهبران کشورهای ثروتمند جهان در نطق‌های خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در عربستان نکردند. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان هم در نطقی از غربی‌ها انتقاد کرد که چرا باید به خاطر قتل جمال قاشقچی از سرمایه‌گذاری در کشورش رو برگردانند. گفت مگر سرمایه‌گذارها روزنامه نگارند؟ رساندن واکسن به همه جهانیان بدون تبعیض میان فقیر و غنی محور اصلی گفتگوهای نشست مجازی گروه 20 بود. تعهد کردند که واکسن به همه به موقع برسد. به کشورهای بدهکار فرجه دادند که تا تابستان آینده نگران بازپرداخت بدهیشان نباشند. مرتاد فرهمند، بی بی سی. چنگیز جلیلوند، مدیر دوبلاژ و بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در 80 سالگی و به علت ابتلا به کرونا درگذشت. او فعالیت هنریش را در سال 1336 با تاج به همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد. آقای جلیلوند 20 سال ساکن آمریکا بود و بعد از بازگشت به ایران کار دوبله را از سال 1377 از سر گرفت. مجموعه های عبور از پاییز، یلدا و نوشدارو از جمله آثار تلویزیونی او است. او همچنین در فیلم‌هایی مثل ترمینال غرب، قلاده‌های طلا و قصه عشق پدرم ایفای نقش کرده بود. صدای آقای جلیلوند به جای مارلون براندو و پول نیومن و همینطور ناصر ملک مطیع و بهروز وثوقی در یادها ماندگار شده. این بخش خبری را با نمونه‌هایی از دوبله‌های ماندگار او به پایان می‌بریم. اسمت چیه؟ زاپاتا. گفتی چی؟ امیلیانو زپت. دنبال دبلنگ ورس میگردم. کجا میشه پیداش کرد؟ ای زنن که آباد خونتون هموم زنتی دیو پیرو خواستم میگم یخته کرم کن. یختم بزرگواره قصیش موزه بده. این دختر بینوا سرسر بازی کنه سواب هم داره به والله. هیچ که هنو پنجه تخماق نخورده. میتونستم طوری شکستش بدم که حتی شستش هم خبردار نشه. چیزی نمیخوام. من این طرفا رد میشدم، گفتم بیام حالی ازت بپرسم. میخوای چیکار بکنی؟ آقا پسر تحصیل کرده. تو نمیخواستی تو کارهای خانوادگی دخالت کنی. حالا میخوای یه کاپیتان پلیس رو بکشی چون چند تا کشیده تو صورت زده؟ ها؟ من شما ها رو میبرم اونجا. چاره دیگه ای ندارم. بعد از اسکندر اولین سلطان اینجا، اولین کسی که بعد از 2220 چهل سال سلطان شد من هستم.